هوار محمد عالی میزنه به گل فوق‌العاده از هوار مولا محمد که سرکار یک برصفر میکنه. پرسپولیس یک استیلاتین سر در نگاه هوار مولا محمد. مشتری هواداره پرسپولیس عوض شد، یک شوت بسیار خوب، اولین حمله جدی پرسپولیس به چهارمین گل هوار مولا محمد. تبدیل خیلی خوب در دربرها تبدیل کادر عالی و خطوری به کم این زمین بیدنی رو زد به شاکی ها نتونست بلادی بازن تو باید دست میده. علیرضا محمد خطا به روی علیرضا محمد ضد حمله برای تیم پرسپولیس. یه ضربه چیپ و توی دروازه گل دوم برای پرسپولیس. کرانچا رو ببینید که چقدر خوشحاله. ضد حمله بسیار سریع و گل دوم در درون دروازه تراکتورسازی قرار میگیره. حالا دیگه میتونیم بگیم پرسپولیس به روزهای خوبش برگشته، هرچند در نیمه اول خوب بازی نکردن اما در نیمه دوم تراکتورسازی تبریز خیلی خوب زد. هوا یه لحظه تصمیم گرفت در دروازه بیرون بیاد، رودباریان دید فایده ای نداره، تا برگرده دیگه توپ درون دروازهش بود. میتونه با این ضربه آهسته دفاع کنه و اجازه نده که برای پنجمین بار دروازه‌اش باز بشه. عبدالله کرمی، جمال حقشناس رو به عقب یه پاس رو ساخت و پرداخته میکنه برای عادل نوروزی، مشتبه روشنگر و دروازه باز میشه. گل برای پرسپولیس تهران. هوار ملا محمد دقیقه 94 نتیجه کار رو 4-1 میکنن. نتونستن کامل از دروازه خودشون حفاظت کنن و جالب اینه که تماشاگران شاهین تشویق میکنن پرسپولیس تهران رو بعد از اینکه این گل به ثمر میرسه و نشون میدن که باز هوار ضربه رو میزنه توی دروازه گل برای تیم پرسپولیس. و حالا پرسپولیسیا فرصت دارن که گل بعدی رو هم بزنن. ورزشگاه به وجد میاد، 4 دقیقه فرصت باقی مونده برای پرسپولیس. بعد از بازی هم با مربیان دو تیم صحبت خواهیم کرد. این ضربه‌ای که هوار مولا محمد باز هم با او با گلی که زده دوپینگ روحی عجیبی کرده. یه پاس در عرض، موقعیت، فرصت برای پرسپولیس و هوار محمد توی دروازه. حالا دیگه دنیا به کام پرسپولیس و به کام هوار محمدی هم هست که مدت‌ها رو نیمکت نشسته. پرسپولیس 4-0. با سبک و سیاق خاص خودشون هوار محمد رو مورد تشویق قرار میدن به صورت آهنگین. طرفداران پرسپولیسی که خیلی وقته که چون این روزهایی رو ندیدن و یه برد 4 گل شیرین در کارنامهشون. حرکت خوب میثم با او، پاس در عرض او و مهدی شیری تازه وارد برای دیگر بازیکن تعویضی و به این